دوشنبه 3 اسفند 88 22 فوریه 2010 میلادی. ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه من امروز و فردا در مسافرت هستم و بنابراین برنامه کوتاه‌تر و کیفیت صدا و تصویر بدتر خواهد بود. به بزرگواری خودتون ببخشید. راجع به 4 موضوع امروز صحبت می‌کنم. موضوع اول اعتراض و اعتصاب کارگران صنایع مخابرات راه دور فارسه که برای چندمین باره و جالب کارگرها در تراکت هایی که پخش کردن، چون آقای احمدی نژاد یک بار گفته بوده وزیر مخابرات رو میدم دستتون، گفتن حالا وزیر رو بده دست ما و همینطور گفتن که آبروی خودتون رو به قیمت بردن آبروی کارگرها میخواید حفظ بکنید، کنایه از اینکه کارگر وقتی حقوق و دستمزد نداره خجل زن و بچه و سرفکنده در بین دوست و آشنا خواهد شد. همینطور کارگران روکش چوب قزوین هم به علت عدم دریافت 10 ماه حقوق دست به اعتراض و اعتصاب زدن. نکته دوم، 2 تا زمزمه است که مطرح شده. یکی این که زندانی های سیاسی رو تا شب عید آزاد بکنن و سپاه هم به پادگان ها برگرده. دوم، بحث تغییر قانون انتخابات در شورای تشخیص مصلحت نظامه. هر دوی این کارها بسیار کار خوبی است و اصلا واجب وظیفه حکومت که اینها رو انجام بده، اما به قول مشهدی ها او سوایه ای سوا همه این کارا هم که حکومت انجام بده، بسی بیش از اینها هم که باید انجام بده، اما خواسته محوری جنبش یعنی پایین اومدن دولت کودتایی احمدی نژاد به عنوان کف مطالبات مردم سر جاشه و هیچ فرمول سیاسی با حضور دولت آقای احمدی نژاد قابل پذیرش نیست و تا احمدی نژاد هر روز همین بساطه. باید دولت احمدی نژاد از قدرت کنار بره، رئیس جمهور منتخب مردم آقای مهندس موسوی روی صندلی ریاست جمهوری بنشینه، خواستهای دیگه مردم بعد از اون با انتخابات آزاد میتواند تحقق پیدا کنه و باید تحقق پیدا کنه. اما اینکه این بحث ها مطرح شده که سپاه از جلوی چشم برن کنار، برای اینکه در 22 بهمن سپاه رو ناچار شدن بیارن در خیابون ها برای شوی که میخواستن درست بکنن، نمایشی که بدن و سرکوب مردم، این باعث شده که هم در درون سپاه به شدت اختلاف ایجاد شده، به خصوص اخباری که ما داریم از خانواده های سپاهی هاست که به اونها فشار آوردن، همینطور پاره ای از اعضا و جنرال های سپاه، فرماندهان سپاه. و نکته دوم، تحریم بین المللی است که به طور جدی مطرح شده، چرا که دنیا به خوبی فهمید و این پیام رو گرفت که سپاه مسئول سرکوب و کشتار مردمه. بنابراین جو خوبی در سطح بین المللی ایجاد شده برای اینکه این سازمان سرکوبگر تحریم بشه. به احتمال زیاد هم در اجلاس بعدی کشورهای 5 به اضافه 1 و پس از اون هم در شورای امنیت سازمان ملل احتمالا تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رأی خواهد آورد. نکته سوم، تجمع بیش از 1000 نفر از خانواده های زندانیان سیاسی و مردم به سبک شبهای قبل در جلوی زندان اوین و آزاد شدن 20 نفر دیگر از زندانیان سیاسی که همه بچه هایی که اونجا بودن میگن که روحیه بسیار خوب و بالایی رو دارند زندانیان ما. اما نکته آخری، بحث 22 بهمنه که 3 سرفصل اون رو در روزهای قبل بحث کردیم و رسیدیم به سرفصل آخری و اون هم آکسیون هایی است که پیش رومون قرار داره. همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، وقتی با فضای امنیتی سرکوب و ارعاب حکومت مواجه میشیم که کاملا هم تو خالیه، باید که به سراغ آکسیون هایی بریم که کم خطرتر با هزینه کمتر و مشارکت بیشتر مردم قابل انجام و به تدریج که این فضا رو زایل کردیم، اون وقت در یک حرکت بزرگ میتونیم که بالکل این مرحله کودتاچی ها رو پشت سر بگذاریم. به همین دلیل هم پیشنهاداتی مثل راهپیمایی سبز در روزهای پنجشنبه بعد از ظهر غروب، ترافیک ایجاد کردن و بوق زدن در خیابون ها، مسئله شعار نویسی روی اسکناس و عیدی سبز دادن با این اسکناس ها، یا 8 مارچ 18 اسفند بحث پشتیبانی از
زنان مبارز ما که در زندانن، خانواده ها، مادران و خواهران داغداری که بیرون هستن، یا خانواده های زندانیا، به پخش اعلامیه، نوشتن مقالات، اشاعه دادن اونها، اینها همه میتونه زمین ساز باشه برای چهارشنبه سوری که میتواند اون حرکتی باشه که این فضای رعب و وحشتی رو که میخوان ایجاد کنن بالکل بشکنه. به هم دلیلم هست که آقای احمدی مقدم فرمانده پلیس اینطور جزع فزع میکنه که و میخوادم که خالی بندی میکنه که بلکه توی دل مردم رو خالی بکنه و بترسون از چهارشنبه سوری. به هر صورت یک پیشنهاد هم اومده بود که چهارشنبه سوری در واقع به سبک مردم و مبارزین شیلی به جای قاشق زنی پشت در خونه ها، روی پشت بام ها، مثلا بعد از الله اکبر ده شب با زدن روی سطل های توخالی، سطل های پلاستیکی یا قابلمه های بزرگ صدای زیاد ایجاد کردن و به این ترتیب اعتراض رو در سراسر شهر نشون دادن و همزمان هم هر کس در خیابونه بوق زدن. به نظر من پیشنهاد خوبی است. خیلی پیشنهادات خوب دیگه هم هست که من در روزهای آینده راجبش صحبت خواهم کرد. تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایران.